من نظری مدیر شرکت پارکلین کپرل با 23 سال سابقه در کار وام منزل در خدمت شما هستم لطفا با دفتر من با تلفن 408 205 4002 تماس بگیرید متشکرم به تک تک شما دوستان عزیز که تلویزیوناتون رو روشن کردید و ما رو به منزلهایتون آوردید خدا رو شکر براتون ما اینجا هستیم امروز 26 ام فروردین 1392 و 14 همه هستش خدا رو شک میکنیم برای این فرصت که خداوند اجازه داده باز از کلام او صحبت کنیم برای شما عزیزان دعا کنیم و در خدمت همسر عزیزم عزیزی. کشیش خیلی ممنون و اگه اونجوری صحبت کنم بگم کشیش نازنی نه. <applause> خدا رو شک منم درود میگم به تمام بیننگان محترم این شبکه خیلی خوشحالیم در خدمت شما هستیم زن و شوهر همچنان زنده سرحال قبراق اومدیم در منزلهای های شما از یک روزی یک شنبه زیبا به کلیسا رفتیم خدمت کردیم خدمتمون کردن اومدیم تا به شما بگیم خدا شما رو دوست داره اومدیم در خدمت شما باشیم خدا شکر میکنم برای عمری که خدا به ما داد و میدونم که تصادفی نیست که عزیزان دارن ما رو تماشا میکن همونطور که میبینید شماره های این برنامه زیر صفحه تلویزیون شما نوشته شده هر موقع که این برنامه رو نگاه میکنید چه الان که پخش و زنده است چه تکرار اونو میتونید تماس بگیرید در خدمت شما باشیم نازن چه میخوام واقعا خدا رو بکنم از بینندگان عزیزمون که ما رو پیدا کردن و واقعا هفته به هفته بیننده های این برنامه بیشتر و بیشتر میشه حتی دوستان از طریق ویمیو ما اکانت ویمیو وبسایت ما مرتب ما رو دارن میبینن و خدا رو شکر میکنم که این برنامه همچون سابق که در شبکه های مختلف دیگه هم بودیم و هستیم مورد علاقه مردم قرار گرفته حالا اسم این برنامه روز هفتم قبلا سیمای مسی بود مجله زن بود که شما تشریف داشتید و برنامه دیگه خیلی جالبه همین الان برنامه ما در پنج کیبل. منطقه گلندل بربنگ تموم شد در شبکه آی سی اف تموم شد 6 تا هفت بود تا لس آنجلس بله. فردا صبح میشه 6 تا هفت صبح زود دوشنبه <applause> ولی الان ایزان ما در ایران که اگه این برنامه نگاه کنن 6 و نیم صبح و ما هفت شب در به وقت لس آنجلس و چقدر می روزا میگذره روزا میگذره هشتمین برنامه هستیم امروز هشتمیه امروز هشتمیه 26 روز از فروردین گذشته خیلی سریع روزا میگذره نازنجون حساب کتابا رو میکنه میدونه که چه وقت شروع کردیم که <applause> ولی خدا رو شک میکنیم و دعای منه که چه در این شبکه چه هر جایی که خدا ما رو میبره و خدمت میکنیم این برنامه گسترش پیدا کنه این به خاطر بیکاری ما نیست به خاطر اینکه خدا ما رو خوانده که از این هم باعث برکت دوستان بشه ماهنامه تبدیل که مورد لطف شما بوده ایزانی که دارید تماشا میکنید ما رو و پیروی میکنید سال ششمش گذشته و شماره اپریلش حاضر هستش و در دسترس مردم قرار میگیره به زبان فارسی و سه صفحه چهار صفحه انگلیسی که امیدوارم این هم اگر دوست دارید که به دست شما برسه در منطقه کالیفرنیا لس آنجلس هستید ما بگید به دستتون میرسیم رایگان اگر میخواید اوز بشید یک آبون مای رو در... پرداخت بکنید به طور مرتب برای شما اینا ارسال میشه و این ماهنامه هم باعث برکت شما خواهد بود دوستان مختلفی با ما همکاری میکنن جناب دکتر شایسته هستند اهل نظری هستن دوست عزیز ما بنده خودم و دیگران قلم میزنیم اینجا و امیدواریم که این هم بتونه باعث برکت شما میشه ده ها درخواست دعا داریم در بله. طول هفته دوستان ما, ما تماس گرفتن که این هم اگر موافق باشید آخر جلسه برای آخر برنامه برایشون دعا کنیم بله دعاها زیاد هستش متشکرم واقعا برای تماس هاتون در طی بله. هفته بله. خیلی با ما تماس میگیرید ایمیل میزنید حتما این کارو بکنید و واقعا میخوام از شما خواهش بکنم که ما رو حمایت کنید حمایت مالی واقعا احتیاج داریم اگه حمایت نشیم خب نمیتونیم این برنامه ها رو ادامه بدیم چون هزینه دارن حتی ماهنامه خدا رو شو که مدت متوقف شده بود به خاطر بودجه خدا رو شکر برای عزیزانی که حمایت میکنن کار خداوند و با هدایاشون ما رو حمایت کردن و تونستیم ماهنامه رو دوباره شروع کنیم برنامه تلویزیونی رو دوباره شروع کنیم و شما میتونید با ما تماس بگیرید و هدایاتون رو حت حتی از طریق وبسایت توسط پیپل میتونید به ما هدیه بدید یا میتونید میل کنید با ما تماس بگیرید اگه مایل هستید و ما آم براتون هدایایی در نظر داریم خیلی سیدیا هستش که میتونیم بهتون بدیم انجیل اگه لازم دارید میتونیم بهتون بدیم ماهنامه رو میتونیم بدیم شما آگهی اگه میخواین بذارین در ماهنامه میتونید با ما تماس بگیرید ما اینجا هستیم تا شما رو خدمت کنیم از هر طریقی براتون دعا کنیم مشکلی دارید مشورتی رازم دارید ما برای همین اینجا هستیم بله. که شما رو خدمت کنیم بله افکارم جا داره که به ایزان بگیم که در واقع سازمان ایران برای مسیح که ثبت شده در کشور آمریکا به عنوان سازمان غیر انتفاعی نام پرافت ارگانیزیشن میتونه آخر سال برای مالیات های که در آمریکا تشریف دارن به طور خاص کاغذهایی رو بده که بتونه از مالیاتشون کم بشه و این خودش هم خدا رو خدمت کرده هم به خود عزیزان کمک میکنه و امروز خ... با دعا اومدیم اینجا واقعا اه. که خداوند با های شما صحبت کنه بله. با دعا اومدیم که دل شما شکسته است نه؟ دل من؟ نه دلشون <تصفح> <تصفح> دل من نه واقعا <تصفح> عزیزانی هستن تو این <تصفح> بله با ما تو کلیسا برای عزیزان دعا کردیم الان. بله، ما الان بله. اینجا آمدیم جلو دوربین برای شما عزیزان دعا کردیم عزیزان میدونیم که هفته گذشته ما یک سلسله برنامه رو شروع کردیم تحت عنوان شفا و آزادی یا آزادی درون و اونم مورد علاقه مردم قرار گرفت اگر میخواید ببینید قسمت قبلی رو حتما برید به وبسایت ما اونجا میبینید و امروز ادامه میدیم بله سهم ما در شفای درون دیگران دیگران ما چطور میتونیم به دیگران کمک کنیم هفته گذشته گفتیم خدا چی میخواد و طبیعتاً ادامهش میدیم در هفته بعد ولی حالا میخوام می بریم من مسیحی یا منی که تو مشکل و زخم اون شخص کنار من یا کسی که باش زندگی میکنم دوست من فامیل من هستش سهم من چی من میتونم چیکار بکنم چرا انسان ها دل شکسته میشن این مال هفته قبله و نظر من چند تا چیزی اینجا تهیه کردم شما هم تهیه کردید خیلی زیبا هستن نکات و امیدوارم همه اینا رو بتونیم نگاه بکنیم من میخوام اولین پاراگراف رو نگاه بکنیم و بعد میریم بلا فاصله اولین کلیپ ما رو که در واقع بعد ببینیمش که قشنگه دیگه بفهمید بریم جلو آره بله اولین نقطه اینه که نظر دیگران تا رو تغییر بدیم عزیزانی که دل شکستن نظرشون دیدگاهشون منفی نسبت به مسائل پس سهمی که ما داریم چطور میتونیم اونها رو کمک کنیم اینه که فکرشون رو تغییر بدیم اعتماد اونها رو جلب کنیم براشون دعا کنیم زمین سازی بکنیم و برنامه بچینیم که اونها رو شاد کنیم اونها رو به شفا گرفتن کمک کنیم آنها بله. با اونها هم دردی داشته باشیم همدلی بله. هم دلی و یک رابطه احساسی باشون برقرار کنیم نازن من خیلی دقت, دقت کردم من نمیدن فرهنگ دیگه اینو دارن یا ندارن ما ایرانی ها خدا رو شکر خیلی مردم خوبی هستیم ولی بعد دقت کنم مثلا یه نفر فوت میکنه میریم اونجا گاهی وقتا دیدم آدما اظهار نظر میکنن آی خدا رحمتش کنه دلتون تنگ نشه آی من اینجوریم ولی من این یاد گرفتم چون ما خادمین کشیشان مثل پزشکا میمونیم مثل مشاورین میمونیم که خیلی با آدما سر کار داریم و وقتا لزوما ما نباید اظهار نظر کنیم کافی فقط ما فقط حضور داشته باشیم یک هاگ بدیم با قول اینجا یا لزوما نباید همه جا صحبت کنیم برای همین ما نوشتیم بودن حضور داشتن و در واقع همدردی کردن با آدما کافیه حالا همدردی نیست که مثلا ما بر... من یکی از این سریال ایرانی دیدم مثلا یه نفر فوت میکنه یه گروهی هستن استخدام نه واقعیت داره یا جوکه اینا رو استخدام میکنن که فقط برن تو این مجالس گریه کنن بهش میگن <applause> شغلیه دیگه اینم برای خوش شغلیه پول میگیرن که برن اونجا گریه بکنن نمیدونم اگه واقعا چقدر این چیز میکنه ولی واقعا همیشه اینطور نیستش گاهی وقتا سکوت گاهی وقتا دعا میدونید و ما یادم به تو درس های خادم سازی که بودیم معلمین ما میگفتن کافیه یه دست به شونه طرف بذارین گاهی وقتا لازم حرف بزنی میریم کارو بدتر میکنی و یادم یه نفر فوت کرده بود ای یکی از ایزان فوت کرده بود بعد کشیش داشت صحبت میکرد یا آقای همونجا نشسته گفت هللویا هللویا به زبان عبری یعنی خدا رو شکر هم بر خدا هللویا هر نگاه کردیم این شخص فوت که شما میگید خدا رو شکر بدونید گای وقتا لزومی نداره ما کاری انجام بدیم اتفاقا یه کلیپی میخوایم نشون بدیم این چیزی که شما گفتید خیلی این کلیپ هر بار نگاه میکنم و قلبم تاثیر میذاره نشون میده که چطور ما میتونیم اینفلوئنس داشته باشیم تو زندگی مردم بسه ویدیو نگاه کنیم برمیگردیم با هم صحبت میکنیم خواهش میکنم از اتاق فرمان این کار انجام بدیم میریم برمیگردیم qué con mi خیلی زیبا بود خیلی زیبا بود البته من این این کلیپ رو دو بار دیدم قبل از امروز ولی هر بار میبینیم آدم لمس میشه چرا آره. زیبا دیدیم که این مرد رد شد کمکی نکرد آقا خوشتیپه آقا خوشتی <تصفح> <تصفح> و کمک مالی شاید نکرد ولی <تصفح> یه کمکی کرد که باعث شد که دیگران بهش کمک کنند و ما واقعا مام هم باید همینطور بود. بله نقش و دیدیم که واقعا روز قشنگه این مرد نابینا بود اه. روز قشنگه ولی من نمیتونم اونو ببینم اه. دنیا ما دنیای زیباییه ولی خیلی ها هستن دل شکستن و این دنیای زیبا رو نمیتونن ببینن <applause> و سهم ما اینه که اونها رو کمک کنیم دیدگاهشون رو عوض کنیم فکری سالم بهشون بدیم بله. و کمکشون کنیم که دنیا رو زیبا ببینن ببین همون کاری که عیسی مسیح میکنه ببینید بعضی وقتا فهم میکنه اگه من برم به مسیح ایمان مردم فهم میکنه اگه برم به مسیح ایمان بیارم من بعد دینم رو عوض کنم مذهبم عوض کنم مسیح نمیاد ما دینمون رو عوض کنیم نه. مسیح میگه در انجیل متو باب 5 باب هفت من اومدم رو کامل کنم تمام کتب انبیا و کسی که قبل از اون بودن و اون چیه اونی که فکر ما رو عوض میکنه من در یک بخش از این ویدیو با یک نگاهی به این ویدیو من دقیقا کار خدا رو دیدم که خدا به جای اینکه میدونه ما نمیتونیم ما نابیناییم ما کور هستیم ما کم آوردیم ما احتیاج به کمک داریم کسی به فکر ما نیست امروز خیلی اصلا دارن ما رو نگاه, میکنن میگن چه کسی میتونه من کمک بکنه چه کسی میتونه نیاز من منو برآورده بکنه گاهی وقتا ما نیازمون رو در دیگران میبینیم انتظار داریم دیگران به ما کمک کنن اگر من اینو داشتم شاید اینجوری میشد بعضی از ایرانی دیدم که اگه من آمریکا به دنیا اومدم مثل آمریکای بزرگ میشدم الان وضعم خیلی بهتر باور کنید اگر ما نخواهیم چیزی عوض بشه هر دنیا به دنیا بیم همون خواهیم بودش مهم موضوعی نیست که من در ایران به دنیا آمدم در آمریکا به دنیا آمدم در بیمارستان به دنیا آمدن، در خونه به دنیا آمدم من در بیمارستان مادران به دنیا آمدم پیچ شمرون بله و مهم اینه که فکر من فکری باشه که موافقت داره با آنچه که خدا برای من در نظر داره ما هفته گذشته راجبی مفصل صحبت کردیم خدا برای من چی میخواد خیلی از مردم فکر میکنن من اگر مثلا این نقص عضو دارم دیگه به درد نمیخورم من تو روزنامه ها دیدم این هفته در در, در, در واقع توییتر و فیسبوک دیدم یکی از سناتورهای جدید آمریکا یک ایرانی عزیز جوان خوشتیپ که نابیناست من گفتم خدای من واقعا دبل افتخار داره برای چی برای اینکه اول ایرانی دوم اینکه یه فرد نابینا رفته در سناتور شده و به این شکل داره مفید واقع میشه بر اونجایی که به حال هسته شده داره زندگی میکنه پس خیلی مهمه اگر ما میخوایم به کسی کمک کنیم تو فارسی هم میگم میگم به کسی ماهی خوردن بهش ماهی نده بخوره بهش یاد چجوری ماهی بگیره <applause> میدونه چی میخوام بگم چیز شبیه میگه اگر ما خواهان تاثیر گذاری در زندگی شخص زخمی و دشکسته هستیم باید از اندیشه های سالم اون فرد رو سرشار بکنیم افکارشون باید غنی بشه اول باید افکار ما غنی باشه که بتونیم به دیگران کمک کنیم بعد از اندیشه های مهرامیز اونا برخوردار بشن حالا این از کجا میتونه نشأت بگیره طبیعتا ما مسیحا میدونیم که از کلام خدا کلام خداست که میگه او فکر مسیح را به ما داده امید. فکر مسیح چی بود رو دوست داشت برای دیگران برکت میطلبید به ما یاد داد که این کارو بکنیم شما وقتی به شاگردان عیسی مسیح نگاه میکنید که سه سالین با او زندگی کردن ببینید شاگردان مثل یعقوب و یوحنا در ابتدا میخوان خدا من می ما دعا کنیم که تمام این آوارا بریزه تو سر این مردم اینجوری صحبت میکنن. بهشون میگونم پسران رد پسران خشم حالا همین یوحنا بعد از سه هم نشین شده با عیسی مسیح کمال هم نشین در او تاثیر کرده میاد رساله محبت رو مینویسه پس اندیشه های سرشار از چیزهای مثبت من خیلی دقت کردم که چقدر چیزهای منفی توی اطراف ما در دنیای ما وجود داره گاهی وقتا در شبکه های تلویزیونی گاهی وقتا در روزنامه ها حالا فیسبوک و چیزهای دیگه که هیچ کدوم نه فقط کمک نمیکنه حالا یه شعارهای تو خالی هست یه حرفهای تو خالی هست بلکه ما رو از اون مسیری که میتونه کمک بکنه که از زخمای درونمون شفا پیدا کنیم دور میکنه آمین آمین و از منفیگویی دوری کنیم میدونی از بی محبتی مهربون نبودن مهم. از این چیزا دوری کنیم تأثیر گذار نیست ما مهم. قرار تاثیر مثبت بذاریم نه تاثیر منفی سهم ما اینه که یه نفر که دل شکسته است یه نفر که غمگینه و شاید عزیزی یا از دست داده یا مشکلی برای پیش اومده ما اینجا هستیم که کمکش کنیم مهم. پس با منفی گفتن آ این دنیا به درد نمیخونه من میدونم اینجوری میشه و این بلا سر همه میاد حالا دلت خوش باشه نمیدونم. نه این چیزهای منفی هیچ کمکی نمیکنه بلکه سعی کنیم محبتش کنیم، امه. سعی کنیم بهش امید بدیم. میدونی تو ارمیا میگه خدا میگه که من فکرهایی که برای شما داره فکرهایی سلامتی تا اینکه در آخرت به شما امید بیاره. دقیقا. امید ببخشه. امه. پس امیدوارشون کنیم نه اینکه به غمشون به منفی بودنشون ما هم اضافه کنیم ببین من اینو به کلیسه اینترنتیمون یک بار گفتم هر جمعه ما کلیسه اینترنتی داریم عزیزان کلیسه هم میتونن تشریف بیارن اونجا مشارکت و کلام زنده خدا هستش که باشون صحبت میکنیم در میون میذاریم گفتم من تعجب میکنم که گاهی وقتا حتی ما مسیحیان ناخواسته تبدیل میشیم به منبع پخش کردن شایعات یا کلا با انسان ها اینو تو اخبار داره میگه تو نیوز داره میگه دیگه حالا چه لزوم داره منم بیام تو فیسبوک اینو تکرارش کنم میدونی اطلاع رسانی فرق میکنه البته و گاهی وقتا نه فقط به افراد کمک نمیکنه بلکه اونها رو دلشون میشکنه میدونی چی میخوام بگم من نمیگم بعد چیزی رو سرپوش گذاشت رو روانشناسا میدون میگن اینو که اگه شما تو دلتون شکسته بعد صحبت کنید خودتونو رو خالی کنید و چیزای شبیه این. ولی اون که من میخوام صحبت کنم اینه که اندیشه مثبت رو تولید کنیم یکی از چیزایی که من بارها تو شبکه تلویزیونی گفتم شاهد بودم اینه که در جامعه ما خب خدا رو شکر انواع اقسام اتون گروپ ها وجود دارن ما در شمال شمالی های عزیز داریم در جنوب جنوبی ها هستن به زبان عربی شاید بعضی صحبت میکنن آذری داریم بلوچی داریم کرد داریم کم تا کشوری فهم کنم اینقدر در واقع زبان ها و اقوام مختلف وجود داره ولی دقت کنم چقدر ما گاهی وقتا متاسفانه جوک و لطیف های ضد هم نگه میگیم دیدی فلان اینجوری که حالا تا اسم هم اسمم میذاریم غزنفر اون فلان م. چرا بعد این کار کرد آیا خدا به مردم چه جوری نگاه میکنه آیا این چیزا کمک میکنه که افراد کمک بشن حالا شما همینو رو بیاد محدودترش بکنید به افرادی که در شکسته هستن طرف در شکسته مادرش از دست داده پدرش از دست داده نقص عضو داره زخم داره یه یعنی نفر دلش شکونده و من تعجب میکنم که در جامعه فارسی زبان چقدر ما ایرانی ها علاقه به گریه کردن و چیزایی داریم هنوز داریم گریه میکنیم برای فلان حادثه ای که مثلا چند صد سال پیش اتفاق افتاده خب چه, چه سودی داره خدا لذتی برای که من بشم گریه کنم برای فلان شخص که فوت کرده و اینو ترویجش بدم اینو بزرگترش بکنم آگرانیسمانش بکنم نه به آینده بنگه نگاه کرد حتی تو زندگی خصوصی ما دوستان عزیز به آینده باید نگاه کنیم من چه اتفاقی برام افتاده من میخوام تمرکز کنم به اون نه فقط کمکم نمیکنه بلکه اون چند روز آینده زندگی من رو تحت تاسیس و پوشش خوش قرار میده به حدی که از امروز هم نمیتونم لذت ببرم در امروز هم نمیتونم آرامش داشته باشم اوکی در گذشته یک لیوان دست شما بوده شکسته از بین رفته خیلی زه... سخت بوده شکسته خاطرات دارید باش دوستش داشتید قیمتی بوده ولی چه سویی داره که شما همش در این زندگی فعلیتون و آیندهتون مرتب به این موضوع گریه بکنید مرتب به این قصه بخارید. بخورید نه فقط این بلکه زخما رو تولید میکنه باز برگردیم به اصل مطلبی که صحبت میکنیم در کتاب کولسیان در کتاب انجیل مقدس فصل چهار آیه 6 میگوید گفتگوی شما همیشه با فیض باشد و اصلاح شده به نمک تا بدانید هر کس را چگونه جواب دهید چقدر مهمه که من میام پدر بزرگم میگفته باره <applause> میگفتش که حرفایی که میزنی مزه مزه کن آره. یه خود ببین حالا اینجا به درد میخوره یا نمیخوره و همه ما میتونیم شهادت بدیم که چقدر شده این حرفا رو نبد میزدیم یا بد میزدیم نگفتیم و برعکس اون اتفاق افتاد نفر کمک نکرده من یادمه که چندی خاطره دارم از این قضیه که متاسفانه آدم یه چیزی رو میگن بی پس کلام میگه با نمک مهم. میگن هر چیزی رو که میخوای فاسد نشه باید نمکینش بکنی گفتگوی ما باید همراه با نمک باشه یعنی مهم. چی انگلیسی ما بهش میگیم اینفلوئنس یعنی تاثیرگذار باشه شما وقتی یه غذای باب میلتون نیست نمک میزنید زردچوبه میزنی، زعفرون نازنین زعفرون دوست نداره گلاب دوست نداره زعفرون میذارید چون میخواید تاثیرش قرار بدید و این تاثیر قرار دادن کمک میکنه که مزه اون اون میشه که شما دوست دارید نمک همین کارو میکنه میگه کلمات شما زندگی شخص رو عوض کنه پولس رسول میگه خواه بخورید خواه بنوشید خواه هر آنچه کنید من میخوام ربطش بدم به گفتگوی ما به سخنانی که ما میگیم با مردم در میون میذاریم تا همه برای جلال خدا باشه وقتی ما این فکر رو میکنیم آیا ما این حرفی که دارم میزنم شعاری که دارم میدم نصیحت که دارم میکنم آیا به زندگی اون فرد چه تاثیر مثبتی میذاره ما در کلیسا میگیم بنا میکنه تقویت میکنه تشویق میکنه اگه قرار منم به اون چیزها اضافه بکنم چیز منفی ب... آره منم یه نفر میستم بین تو بود خیلی بیچاره بود حالا طرف احساس بیچارگی نمیکرد از الان به بعدم احساس بیچارگی میکرد شاید این آقا با این سامسونت خوش تیپ بشه کت شلوار و عینک آفتابیش رد میشه میتونه مثل بقیه بی تفاوت از این شخص رد شه یا یه پولی هم بنازه بگه خب دینمو ادا کردم میگه ولی تاس تصمیم میگیره تاثیر بذاره تو زندگی این شخص آمید. و چی می اونجا آمید. می که دنیا رو اونطوری که قشنگه من نمیتونم ببینم یعنی چی حتی به تفکر این به سخنان این به نوشته این اون یک شکل و رنگ جدید می میده این همون کاریه که مسیح میخواد تو زندگی آمید. ما بکنه آمین آمین خیلی زیبا گفتین بله یوحنا میگه که به حسب ظاهر داوری نکنید بلکه داوری شما به راستی باشه بله. پس ما اینجوری به ظاهر نگاه نکنیم فوری داوری کنیم محکوم کنیم این حقشه یا فلانی چقدر منفیه شما از زندگیش خبر ندارید نمیدونید که تو... چقدر دل شکست است. چقدر زندگی سختی داشته و همه ای این برخوردش به خاطر اون دل شکستگه به جای اینکه او رو محکوم کنید داوریش کنید کمکش کنید در زندگیشون تاثیر بذارید بگید که محبتش کنید نسبت به اون مهربان باشید تا واقعا دلش شفا پیدا کنه <تص> <تص> <realmente supports people> میدونید خیلی مهمه دنیای <تص> ما <تص> احتیاج به داوری شدن نداره بلی. کلام خدا میگه دنیا داوری شده تکلیف دنیا مشخصه مردم دنیا انقدر از در و دیوار بهشون صدمه وارد شده ها. که دیگه اصلا نیازی نداره حالا من به قضاوت کنم گاهی وقتا بفرمایید آب ما رو میل کنید گاهی وقتا من دیدم آدما میاد میگن میدونی این حقشه میخواست بره درس بخونه بهش گفتم برو درس بخون نخونش حالا هرچی میکشه به خاطر خودشه من دیدم در امور سیاسی خلایق را هر چه لایق مردم ما حقشونه میخواست این کار نکنن خب ببینید گذشته رو ولش کنید امروز شما میتونید چه تأثیری روی دیگران بذارید میخواست اونا هم از کشور فرار کنن آیا چرا از کشور فرار کردی مرتب ما تمام عمرمون میشه بر قضاوت من میرسم اگه این با این ازدواج کنه رابطه شون به هم میخوره من معمولا اینجور مواقع میگم اگه میدونستی چقدر اون فرد دعا کرد اون شخص مسیحه <applause> چه سودی داره این حرفا امروز چی کار میتونی بکنی چطور میتونی نه دقیقا اون, اون اتفاق افتاده هیچ وقت خدا این... با ما این کار نکرد نه این بدترین چیزه به نظر من که یه شخصی که اشتباهی کرده شما هی بهش یاداوری کنید هی بهش زخم زبون بزنید هی متلک بندازید بدترین چیزه که یه نفر آردی دل شکسته است آردی میدونه اشتباه کرده گناه کرده و شما حبش یادآوری کنید این مسئله رو و به جای اینکه یادآوری کنید کمک کنید که فراموش کنه خودش رو ببخشه گذشتش رو ببخشه به آینده نگاه کنه اشتباهی که کرده رو پشت سر بذاره فراموش کنه و با آنچه که پیش روی ما هست مهم. ما به اون سمت داریم میدویم بله. به سمتی که خداوند برای ما امید داره بله میدونید خداوند بهترین نقشه رو برای زندگی ما داره بله اراده خدا نیکوست مهم. و... ا... کافیه که ما همه چیز رو به دست خداوند بسپاریم و بهترین رو برای ما مهیا میکنه بله. با ایمان نزد او بیایم او بهترین ها رو به ما میده امیل. پس برای همدیگه هم همین بهترین رو ما باید بخوایم. میدونی ام. من برای شما باید بهترین رو بخوام زندگیتون ماشین پرش. پرش. میخواید دوست داری. من برای شما یک کیف قشنگ میخوام <applause> آرزو میکنم خانم های کیف میکنه کیف و کفش و, و قهوه ولی من یه پرش کافیم یه پرش به من بدید آرزو بکنید ببین نازا انجام برای این مردم میدونم ما چقدر باهاشون با, هشون با هشون دوست هستیم و شوخی میکنیم بعد از پرش پرش ولی چقدر مهمه که در این راستا کس که میخواد به شخص زخمی کمک کنه که دل شکسته از درون شکیبا باشه صبر داشته باشه میدونید اگر صبر کنی ز قوره حلوا سازی نه ببینید اینجور آدم گاهی وقتا از شنان از فراز و نشیبای عبور میکنن از دنیا خوردن از شیطان خوردن از خانواده محیط خوردن انقدر بلاها سرشون اومده که گاهی وقتا این شفا پیدا کردن این زخم زمان های بره من هیچ وقت فرصت نداشتم با روانشناسای عزیز فرصتی داشته باشم صحبت کنم و شادم تو یک برنامه بتونیم عزیزان دعوت کنیم که ساب نظر هستم بنده اطلاعات خاصی ندارم در این راستا و روسا بر... راجب موضوع برد... بردا... رو ببینیم ببینیم علم چی میگه ولی میدونم که گاهی وقتا آدم ها وقتی تو مشکل میفتن روانشناسا میگن تو مثلا هفته یه بار بیا پیش من چرا چون زمان لازم هستش ببینید یه زخمی وقتی توی بدن ما ایجاد میشه گاهی وقتا همون موقع شفا پیدا نمیکنه و باید بهش فرصت بدی بهش زمان بدی بهش رسیدگی بکنه تا این خوب بشه زخم درون انسان هم همینه گاهی وقتا خدا در یک مرحله از زمان افراد شفا میده و ما داریم در کتاب مقدس در ز... بنده خودم یکی از مشکلات که داشتم این بود که پدرم و خواهرم در سن خیلی خیلی نوجوانی از دست دادم و این موضوع خیلی تاثیر منفی رو من گذاشت به حدی که اصلا زندگی برای من تیر تار شد ولی یادم میاد وقتی در سال 1982 میلادی به کلیسا رفتم خداوند بخش عظیم اون رو یک شبه شفا داد این معجزه بود ما میگیم معجزه ولی چیزایی بود که به زمان احتیاج بود تا اتفاق بیفته مثل که دیگران شاید من دوست ندارم و چیزای شبین پس فردی که زخمی است بعد در مورد شکیبا باشیم صبر کنیم شاید سرمون داد بزنه شاید بد اخلاقی بکنه شاید حوصله ما رو نداشته باشه اینجاست که کلام خدا به ما نشون میده که شکیبایی نشون دادن صبور بودن ایمان رو به وجود میاره و کلام خدا میگه ایمان امید رو به وجود میاره ها در کلام خدا پولس رسول میگه سه چیز باقی میمونه ایمان امید محبت خب محبت خود خداست با وقت بخو... پس ابدیه ولی ایمان و امید اون چیزی که ما تو این دنیا بهش احتیاج داریم پزشکای عزیز دوباره میگن به ب... ب... شخصی که مشکل داره در بیمارستان میگن امید تو از دست نده اه. یا بس ایمان داشته باش درست میشه ایمان و امید ایمان و امید طبیعتا در زندگی یک شخصی که به خداوند ایمان داره توسط عیسی مسیح و به, فز... به وسیله روح خدا در شخص تولید میشه ولی شکیبای و سب پولس رسول میگه در کتاب رومیان شکیبای صب سب میشه به ایمان ایمان منتهی میشه به امید اون موقع میبینیم طرف شکوفا میشه شخصی که تا دیروز دلخوشی نداشت شاید با الکل خودش رو آرام میکرد شاید با مواد مخدر شاید با سیگار شاید با پرخوری شاید با هر چیز دیگه حالا کم کم تبدیل میشه به شخصی که ما میگیم نرمال میشه و خیلی مهمه که پایبند قانون محبت باشیم یعنی اینکه محبت چیز. و سرمشق همه چی قرار بدیم امید. اوله دیگران رو محبت کنیم خدا کار که اول ما رو محبت کرد مایانی که ما گناهکار بودیم مسیح اومد برای ما مرد یعنی منتظر نشد ما آدم خوبی باشیم جایبا. یا او رو صدا کنیم نه ما راه خودمون رو میرفتیم داشتیم گناه میکردیم به خدام ناسزا میگفتیم همون موقع خدا برای ما قربانی شد همطور که میبینیم که سربازایی که به صورت مسیح توف انداختن مسیح میگه که من خداوند او را ببخش بدون دارن بله. میکنن. پس محبت محبت بله. دیگران رو محبت کنیم. بدون چش داش. نه ما انتظاری نداریم. بله. اگه انتظار داشته باشیم اون محبت نیست. آیی آی 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 چقدر ما ایرانی از هم دیگه انتظار طبقه. داریم. طبقه. چقدر پرتوقع. من دقت کردم هر کی میاد کلیسا انتظار داره کلیسا یه کاری براش بکنه. خب خوبه چون کتاب مقدس میگه محبت کن دیگران. ولی هیچ آیهی در کلام خدا نیست که بگه بری کلیسا شما رو محبت بکنن بلکه کلام خدا میگه دیگران رو محبت کن شما دقت کنید ما دو نفری اینجا نشستیم و چندین نفر الان در این استودیو هستن اگر هر کس این فکر رو داشته باشه که من میخوام دیگری رو محبت کنم خدمت کنم بنا کنم دیگه کسی نمونه محتاج بشه این اون سریه و این چیزی که در فرهنگ ایرانی همیشه بوده پدران ما اجداد ما یاد همه وقت بچه بودیم یه بار پدر من ده ده هفتش ده تا از این دوستاشو برداشت شده این رفت شمال خونه خاله من هیچ وقت خاله من نگو بینه و اشته آوردی اینقدر مردم در خونهشون مهمان نوازی بوده و امیدوارم من هم هست در بین ایرانی ها ولی شما دقت بکنید که ما اگر شروع کنیم دیگران رو خدمت کردن در روزگار سختی هفته گذشته متاسفانه زلزله خیلی بدی در ایران اتفاق افتاد اگر هر همشهری هر هموطنی خب اینجا نشستن و گفتنش خود راحته ولی کسی که در اونجا دارن زندگی میکنن هر کسی این فکر بکنه چطوری من میتونم به یه شخص کمک کنم در اون محیط بلا فاصله خیلی از این مصیبت ها جاشو تبدیل میکنه به چی؟ کلیسای اولیه نمیگفتم به کتاب امرو رسولم وقتی تولید شد کلیسا متولد شد ما میخونیم در تاریخ کریستان میگه هرکس هرچی داشت فروخ آورد زیر پای شاگردای مسیریخ و اونا بر حسب نیاز بین مردم تقسیم کردن و این موضوع الان مخصوصا در خارج از کشور ماها که اقلیت هستیم بسیاری از پرنده ها از ترکیه از کشورهای مختلف وارد میشن چقدر خوبه که ما بتونیم همدیگر رو کمک کنیم یه روزی ما از این چیزا گذشتیم میدونم میخواید بگید وقتی من از سختی گذشتم پس اینا کجا بودن من مطمئنم 18 سال پیش وقتی ما هندوستان بودیم بند زردی گرفتم در روزای سخت زندگی میکردیم خیلی متولد نشده بودن <applause> پس من بیام میگم میدونی شما که نبودی به داد من نرسید حالا منم تو کمکت کمکت نمیکنم نه ما بیایم وفادار باشیم موجودی که آداب و رسوم اجتماعی ما در تاریخ چه ایران گفته مهمان نوازی که طبق کلام خدا هست و آنچه که کتاب مقدس دستور میده به ما یکدیگر رو خدمت کنیم نگید خب مثلا این برنامه مال مسیاس به من چه ربطی داره اصلا میخوام نباشه همچین برنامه این کشیش اومده چی میگه چیزی مثل همین بیایم همدیگر رو حمایت کنیم سپورت کنیم مثل خیلی از اقوامی که من میبینم مثلا من در بین کره ها خیلی رو قویدم یه کره مغازه باز میکنه همه میرن اونجا همدیگر رو حمایت میکنن پس پایبند بودن به قانون محبت چقدر بیشتر میتونه به کمک بله کنه میتونیم همدیگر رو کمک کنیم در افسوسیان میگه با یکدیگر مهربون باشید و رحیم و همدیگر رو اف کنید ما نسبت به همدیگه اشتباه میکنیم طبیعی انسان هستیم حرفی میزنیم که دیگری خوشش نمیاد روح روحیه بخشش داشته باشید بگذارید به دل نگیرید اف کنید چنان که خداوند در مسیح ما رو بخشیده و تسلیم نشیم گیواب نکنیم واقعا از محبت کردن خسته خاطر نشیم کلام که الان میگه یعنی اینکه ادامه بدیم هر چقدر طرف مقابل بد اخلاقی میکنه من نیستم چرا شما دستتون رو اینجوری کردید کسی دیگه بد اخلاقی میکنه <تصفح> بد اخلاقی میکنه, <تصفح> <بدخلاقی> میکنه <تصفح> ناراحت هستش یا این زخم زبونای ایرانی این هایی که بعض وقتا بعضی وقتا بعضیا میگن دور از جونه همه ماها واقعا این چیز هاست که بیشتر آدم زخمی میکنه میبینم دیگه تحویل ونی... نمیگیری خواهر نازنین من... <تصفح> از این چیزها میگیم او چقدر عوض شدی آه رفتی آه آمریکا اینا کمک نمیکنه نه مثلا اگه من جای تو بودم اینجوری نمیکردم اینا نباید تو فرهنگ ما باشه نباید. من میخوام یه ویدیو به شما نشون بدم

It's smuggled behind. Goal kick the decision. Goalkeeper got back. Campos brilliantly. Well, here he sends the the wrong way with the eyes. Here sends him there, and then the touch not strong enough. Back comes the goalkeeper to make the save. It's on the line. It doesn't go across, and then Bueno again is foiled by the goalkeeper's feet. I know, once and then twice, kept out by brave goalkeeping. Maybe misjudges there, but then he gets back to make a double save of real quality. Great stuff from Angelo Campos. بله don't give up واقعا نمیدونم اگه ما ایران نشنوید ما ایرانی ها دور از جون همه ایرانی ها اگه ما بودیم وام میسیم که گل شد دیگه چیکارش کنیم میگه ولی آقا می میره, نه فقط درش میاره بلکه مینازه بیرون بعد بهش اسکار داد نمیدونم ورلد کاپ داد حالا دوستان ورزشی ما نگن چرا شما پاتون تو <تصفح> <گلیم> ما کردید <تصفح> میدونید نباید گیو کرد ببینید خدا هرگز در مورد ما انسان ها خسته خاطر نشد نگفت خب من که گفتم از این درخت نخوره چرا رفتی خوردی تقصیر خودته برو به جهنم یه اصطلاح خیلی بدی که در فارسی وجود داره به جهنم به درک نگیم عزیزان خدا نمیخوادش که بره به جهنم خدا اینقدر ما رو دوست داره و نمیخواد ما به جهنم بریم انسان شد ما او را به اسم عیسی مسیح میشناسیم بر روی سری برای گناهان ما مردش و جریمه گناهان ما رو پرداخت کردش حالا ما گیواب کنیم بگیم من دیدم ایرانی ها اینجوری میکنم آه سی سالشه هنوز سی سالشه از بک گذشت دیگه چی از تو گذشت اینجا تو آمریکا خانم 99 سال و زد صدوم ثانیه به عمرش مونده هنوز داره راهندگی میکنه پشت فرمون نشسته ما سی سال گذشته میگیم من که نتونستم راهنده خوب بشن پس دیگه این کار نمی کنم. و چیزای شبین عزیزان وقتی به کسی که زخمی هستش داریم کمک میکنیم خسته نشیم همونطور که خدا تحمل میکنه ما هم تحمل کنیم کلام خدا میگه دردهای های رو تحمل کنیم زخم های رو اشتباهات هم رو تحمل کنیم اینو مخصوصا به این زوجی میگم که دارید تماشا میکنید و تصمیم گرفتید به زودی از هم جدا شد طلاق بگیرید اصلا ما به درد هم نمیخوام از اول هم اشتباه کردیم با هم ازدواج کردیم نه رو ازدواج کار کنید حالا ما حتما راجع به ازدواج تو برنامه بعدی صحبت میکنیم ولی ازدواج یعنی دو نفر که تصمیم میگیرن چیزی رو بنا کنن. خانم نمیگه من بنا کنم اگه تو نکردی طلاق دن 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 نه یا آقا بگه من نمیخوام این کارو بکنم بلکه هر دو تلاش میکنن در عقد مسیح ما چی میگیم از به عروس به, داماد به دختری پسر میگیم آیا قول میدی که در زمان سختی در خوشی در پستی در بلندی در بیماری در سلامتی در ثروت در فقر کنار هم بیستین شما مسیحا که بنده عقدتون کردم همیشه گفتید بله آمین و اینجاست که حالا ما بعد در چنین اوضاع و شرایطی کنار هم بیستیم من یادم سالا پیش در همین مملکت من خانم عزیزی رو با کلام خدا تدریس میکردم که از گردم پایین فلج بودن و یه پشه زده بود فلج شده بودن بعد از دو ماه که این بیماری سر این خانومی که خیلی قبراق بنا به گفته خودشون فعال بودن در جامعه اتفاق افتاد شوهرش رفت با یه خانم دیگه ازدواج ول کرد رفت و این خانم با این وضعیت که تا خودش رو بخارونه بچه ها رو بزرگ کرد وفاداری، تحمل گیواب نکردن من میدونم آقای آبدزاده عزیز که دارن این نگاه میکنن سالا پیش سکته کردن حالا برنامه داره فوتبالی میشه ولی من واقعا کف کردم اینجوری بگم آمیانه دیدم که ایشون اومد جنگید و دوباره برگشت به نرمال شالم از اول بهتر افتخار داشتیم ایشون در جنوب کالیفرنیا از نزدیک دیدیم و الان ایشون دارن فوتبال تدریس میکنن پسرشون تبدیل شدن به یکی از دروازه‌بان جوان ایران پس گیواب نباید کرد نازنین اینجا. خسته خاطر نباید بشیم بله و <applause> چون گیواب نمی کنیم نتیجه رو می بینیم میدونی اگه گیواب کنیم خب هیچ نتیجه نداره هیچ داره. نتیجه رو نمیبینیم این شخصی که دوید نتیجه رو دید گل رو نخورده نمیدونم اگه بازی رو بردن یا نه ولی دستش داد نکن. ولی واقعا اگه ما بودیم گفتیم که تموم شد ولی کلام خداست این کلام خداست که شفا میاره در مزمور میگه که خدا کلامش رو فرستاد و قوم را شفا بخشید اه اه این کلام در رومیان میگه که من از انجیل مسیح آر ندارم چون که قوت خداست بله. شما اگه قدرت خدا رو میخواید تو زندگیتون تجربه کنید بله. این کلام رو بخونید اگه شکست دل هستید کلام رو بخونید اگه ناراحت هستید زخمی هستید کلام رو بخونید حتی از جسم اگه مریضی جسم دارید سلامتیتون رو از دست دادید کلام خدا شما رو هم از نظر روحی جانی جسمت شما رو کاملا شفا بله. برای همین که این خواست خداست برای همین که در خیلی از بیمارستانی آمریکا هنوز این اتفاق هست امیدوارم که اتفاق برعکس نشه چاپلای های کوچیکی هست کتاب مقدس هست اشخاص میتونم اونجا دعا بکنم برای بیمارشون من دیدم دوستانی که اقوامشون در ساعت بعد در واقع زندگیشون بودن رفتن و بالا سر اون شخص مزامیر داوود رو, رو خوندن کلامو چرا چون کلام شفا میده ببینید حتما یه برنامه میذاریم ما در گذشته داشتیم که چگونه کتاب مقدس کلام راستین خدا تحریف نشده و این شعارها و این دروغایی که پشت سر کلام زنده خدا هست گفته میشه کلام خدا رو برای شفای دیگران استفاده عمید. کنیم عمید. چرا خوبه نمیگم بیایم با کلام خدا فال بگیریم تیراندازی کنیم ماشا. هاشا بلکه بیایم کلام خدا رو برای شخص بخونه با صدای بلند گاهی وقتا بگیم تو بخون این قسمت از کلام خدا رو چون کلام شفا میاره بله. و ما میخوایم در خاتمه همین کار رو انجام بدیم برای مردم دعا بکنیم کلام خدا زندگی ها رو عوض میکنه آر نداشته باشیم که بخوایم از کلام خدا با دیگران صحبت کنیم خوب بشه با این دعاها ببندیم بله بنامارا. دوستای عزیزی هستن لیلا عزیز درخواست دعا کرده شفا و و خیلی دل شکسته است و از خواسته از ما براش دعا کنیم گیلدا دعا خواسته خانومی اتیه یا اتی بله ایشون دعا خواستن برای مشکل پناهندگیشون آیلین دعا خواستند برای احتیاج مالیشون نگار از تهران دعا خواستن و ایشون خیلی دل شکستن و افرادی که دلشکستند بیشتر غمگینم و سراغ بله، خودکشی میرن بله، و این خانم متستفادم. نگار در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم برای نگار و برای, مسیح برای سای عزیزان ساید. دیگه که فکر خودکشی هستن در نام عیسی مسیح این فکر رو میبندیم بله، خداوند رو. بله، بله. و این غم رو کاملا بله. بردار از نگار و از دوستانی که تماشا میکنن این غم و افسردگی رو بردار امید. برای محسن دعا میکنیم برای وضعیتش خدا برای دعا می کنیم ای خدا مشکل زنویش روی شفا بده برای لیلا عزیز ای خداوند او خداوند را لمس کن برای آزاده از کرج که دعا خواستن برای بیماریشون ای خداوند دعا میکنیم ای خداوند سلامتی تو بر این زن قرار بگی امیل. و او رو کاملا شفا بده ای خداوند شکر برای فیضت برای بله، رحمتت بله، بله، برای بله. لیلای عزیز که او رو شفا میدی و تمام عزیزانی که نگاه میکنن و عزیزانی که دردهایی دارن خداوند دا که پنهان ای خداوند امه. دعا میکنیم خداوند داد که تو عمق وجودشون رو لمس کنی هر بله. هر شکستگی رو شفا بدی بله. هر سیک سیکرتی که نمیتونم بیان کنم خداوند ولی تو میدونی تو کاملا لمس کنه خداوند آمید. و عزیزی که میخواد قلبشو به تو بده خداوند به نام مسیح. در نام عیسی بله. مسیح مسیح عزیزانو بپذیر هاللویا آمین در حین آمید. دعا خداوند این کلام برای شما عزیز داد ای خداوند. خداوند دل شکسته رو خار نمیشماره دعا میکنم هفته بسیار پربرکت داشته باشید ما در خدمت شما هستیم در طول هفته منتظر تلفن های شما هستیم ایمیل های شما با شما دعا میکنیم و میریم که هفته بعد دوباره برگردیم در خدمت شما باشیم در همین شبکه در همین ساعت Alan Nazari, president of Parkland Capital. With 23 years experience in real estate lending, I'm here to help you find and identify the program that suits you the best. Especially if you have an FHA loan in today's market, there are programs that will help you qualify without any income information or even having to appraise your property. Give me a call today at my office, area code 408-205-4002 to find out if you're qualified. Thank you.